دوشنبه بزرگ شهر است که تاجیکان و چون ملتی بزرگ و نامدار مرکز و امید و ارمان است. دمی که در کوچه های این شهر بزرگ قدم می زنیم، سیر در باغ های استراحتی اش می نماییم، به اختیار از زیبایی محیط اطرافش حلاوت می بریم. دمی که مردمی مهمان نواز و با فرهنگ دارای مدنیت بلندش را می خوریم، به اختیار ندا می کنیم. در واقع دوشنبه قلب تاجیکستان است. دوشنبه ما تای دوران استقلال تا حد چی از لحاظ زیچونی و چی از لحاظ چندی تا حد پیشرفت کرده است که در تمام دوران شوروی به این مقدار پیشرفت نکرده بود و این خود نشانی آن است که استقلالی که تاجیکان به دست آوردن خود استقلال یک قومی سازنده است. اجداد ما ده ها شهرهای بزرگی بنیاد کرده بود در سراسر آسیای مرکزی و امروز در قلمرو جمهوری ما برخی از این شهرها مثل خوجند و کولاب و حصار و پنجکت و اوستروشنه یعنی ایستروشن هستند. دوشنبه باشد در یک موضع بنیاد شد، در یک موضعی که رستا بود و ببینید که سعی و اهتمام سازنده قوم تاجیک این شهر را از یک روستای نظرناگری به یک شهر مترقی و آباد و شکوفا و معاصری تبدیل داد. این بار دیگر دلالت بران می کند که قوم تاجیک تاریخا سازنده است، قوم سازنده است، قوم بنیادکار است، قومی است که چی در بخش علم و فرهنگ و چی در معماری نمونه عبرت اطراف و اقوام مجاور و اطراف و اکناف بود. امروز ببینید که شهر ما یعنی دوشنبه ما با اون ساختمان های بزرگی که آن را آرام دید همزمان یک باغ بزرگی نیز هست و این نیز دلالت بران میکند که تاجیک خود بنیادکار است، تاجیک خود هم زارع است و هم عالم و هم دانشمند و هم یک قوم خیلی غیوره که اکنون در دوران استقلال امکانات باز شدن تمام استعدادهای خود را به دست آورده است و مطمئنیم که دوشنبه ما من بعد نیز پیشرفت خواهد کرد. با دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و جهد و تلاش های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دوام سالهای 2017-2019 پنج عدد باغهای فرهنگ و فراغتی نو از قبیل باغ واسع، باغ علیشیر نوایی، باغ بنام احمد دانش، باغ جوانان و باغ کروش کبیر بنیاد گردیده، شش عدد باغهای فعالیت داشته با مانند باغ به نام صدرالدین عینی، باغ کل جوانان، باغ به نام ابوالقاسم فردوسی، باغ خیام، باغ کودکان و باغ میرنینکو از نوسازی گردیدند. سالهای آخر ما دیدیم که شهر دوشنبه چقدر آباد و زیبا شده است. از آن جمله وقتی که محترم رستم امام‌علی همین سروری شهر دوشنبه را به عهده گرفت چقدر آبادی بسیارتر ما دیده ایستاده‌ایم. میدانچه‌های ورزشی بسیار شد، باغ و گلگشت‌ها در شهر دوشنبه به حد بسیار شد. شکر که ما اینکه در دولت پیرین رامون دیدی سالیم با نبیره ها در چنین موضوع آمده دم میگیریم، استراحت میکنیم. همین موضوعی که شما حاضر دیده سالید یک جنگلزال جای نو آباد بود. در یک مدت کوتاه من با چنین موضوعی خوشمنظره که برای هم کلان سالان برای هم کودکان بسیار جای موافق است. ما همین نفقخوران در شهر دوشنبه یک جایی نداشتیم که رفته با هم شینیم یا صحبت کنیم. شکر که من در همین جا به ما یک موضع برای مستفیدان نفقخوران جدا کرده دادن. خیلی در اینجا آمده
با نویرو دم بگیریم یا شخمت بازی میکنیم با دوستا گفتگو میکنیم. باغ فرهنگ و فراغتی بنامی واسه 5 سپتامبر سال 2018 مورد استفاده قرار گرفت و امروزها مردم شریف تاجیکستان در این گوشه خوشمنظره دیار همه روزه به سیر و گشت میویند و در هوای فوران و فضای دلکشای باغ سیر و گشت و استراحت میکنند. جان و دلی مای ای دوشنبه بر دید صفای ای دوشنبه. سال 50 است که من در شهر دوشنبه زندگانی اقامت میکنم. دوره پیش ما همین یوش بودیم، در همین شهر دوشنبه دو تا سه تا همین باغ استراحتی بود. حضور هزار با شکر نگاه کن که در تمام این موزه های شهر دوشنبه باغ های استراحتی بنیاد شدن. خیلی مردم که از این پیشروی ها بسیار خرسندند. خورشید می کشد سر از شانه دوشنبه، نور و ضیا بریزد بر خانه دوشنبه. شهر پرفسانه این باغ، شهر زیبا، دل را برد همیشه افسانه دوشنبه. بهانه ثبت شد و ما گروه ایجادی نیز همراه هموطنان چند ساعت سیر و تماشای باغ به نام کوروش کبیر را کردیم. این شهری کمالات و جوانی و محبت، تو عمر بود در دل ما جاست دوشنبه. واقعا هم مفتون کننده، مردم همه شاد و خرسند، سرجمعانه سیر باغ میکنند و شکرانه از آبادی و استقلال این وطن. باغ مذکور در حدود 4.3 هکتار دامن پهن نموده، با طرز و صفت زمانوی ساخته و 7 ایونی سال 2019 افتتاح گردیده است. شامتون بخیر باشد. من سیدانور، کارمند تلویزیون سفینه. خوب، خود را شناس کنید، از کجا اومدید؟ من منظر خان از شعبه طبی ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت، همچون همشیری طب کارو فعالیت دارم. خب، باری اول از بدوشنبه میوید؟ ها البته، باری اول اینجا با شرافتی جناب عالی محترم امام علی رحمان خیزی باشده استاده است. استراحتتان چگونه گذشت؟ باغ کوروش کبیر چگونه بود؟ خیلی خوب، خیلی استراحت خوب دارم با دوگانه هایم. باری اول است که من در اینجا حضور دارم. خیلی خوشحالم. پسند؟ ها، پسند می آید. خب، تشکر زیاد. خب، چی خاطرات به شهر خوجند میبرید از دوشنبه دلارا؟ خوب، منظرهای زیبا میگم. از شهر دوشنبه شونده باغ فرهنگی فراغتی جوانان در میدان 13.7 هکتار دامن پهن نموده است. باغ با طرز زمانوی ساخته شده، در باغ درختان آرایشی و سایه افکن و گلهای رنگارنگ شنانده شدند که به حسن و قبح باغ زیبایی دیگر ضم نمودند. در میان باغ باشد فواره ها نصب کردند. باغ دارای میدانچه خرد ورزشی و دو قهوه خانه زمانوی است. خاصه شبانه سیر در باغ دلخوش کننده و راحت می نماید. باغ مذکور 29 دکبر سال 2017 مورد استفاده مردم قرار گرفته است.
سالی 105 مرشد فعالیت مؤسسه دولتی باغ فرهنگ فراغت جوانان را با طرز ساخته شده است که در اینجا بسیار مردم یک سیر و سیاحت خوب میکنند. از سبب اونی که مؤسسه ما در شفت یکی از دانشگاه های بانفوذترین مملکت همون دانشگاه ملی ساخته شده است، دانشجویانی از داخل و خارج کشوری که در اینجا تحصیل می نمایند بعد از انجام درسشون در این باغ در آمده در بیسیدکه ها و ایوان ها و چیزهایی که در این باغ ساخته شده است ششته با کتاب خوانی مشغول می شوند. اینچنین با یک دوستی و با یک طبع خوش در این باغ سیر و سیاحت می کنند. در مؤسسه ما زیاده از ده ها نمود نوع نمود های درختان داخل و خارج کشور آورده شنونده شده است. مسئولین مؤسسه تلاش می نماییم که این درختان و گل های رنگ و رنگ رو در یک سطح خوب نگاهبین نماییم تا که اون مهمانان از داخل و خارج کشور می آمدگی یک بهره ای به خود برند. باید گفت که همروزه مردم شریف تاجیکستان از همه گوشه و کنار کشور بخصوص از ولایت و ناحیه های دوردست به استراحت آمده از باغ‌های استراحتی دیدن میکنند و از تماشای این شهر آوازدار راحت. همچنین باید گفت که باغ‌های به نام نظام الدین علی شیری نوایی و باغ به نام احمد دانش در دوام سال‌های 2017 و 2019 بنیاد گردیدند. اینک دوستان عزیز، ما اهل اجادی همراه هموطنان در باغ به نام احمد دانش قرار داریم. مردم یکجایه با خرسندی و شادی زیاد سیر باغ نموده ایستادند. کودکان گرمی بازی کودکانه، جوانان سیر جوانی میکنند در دل تاجیکستان دوشنبه جوان. مهمانان بیرون از مرز کشور نیز به تماشای باغ‌های دلکش دوشنبه آمده در مورد استراحت و زیباگی دوشنبه ابراز نظر می نمایند. ما امکان داریم که از ازبکستان به تاجیکستان آمده سیاحت کنیم. دوشنبه هم به نهایت شهری زیبا شده است. من سالهای قبل آمده بودم ولی امروز این آبادی و زیبایی مرا در حیرت گذاشت. دوشنبه جدایم ازگرد. از دل و جان با تمام هستی و زور و توان می باید هر یک گل و گیاه و سنگ و آب و خاک وطن را و خاصت دوشنبه سرسبز را پرستیش کرد. زین رو می توان گفت که دوشنبه دلکشای ما سرلوحه ایجاد شاعران و هنرمندان وطن دوست گردیده و هر لحظه در وصف شعر و ترانه می خوانند. دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردید صفای دوشنبه جان و دلی مای دوشنبه بردید صفای دوشنبه. ذکر نمود که در دوام سالهای 2017 و 2019 6 عدد باغ‌های فعالیت داشته از نوسازی گردیدند. همین گونه ما نیز کوشش نمودیم در برنامه خود از این باغ‌های زیبا منظر که زیب دهنده وطن عزیز ما تاجیکستان عزیز است بازدید و نواربرداری نماییم. باغ به نام ابوالقاسم فردوسی در میدان 24 هکتار دامن پهن نموده است و با از نوسازی و تعمیر نو زمانوی 4 سپتامبر سال 2018 افتتاح گردیده مورد استفاده مردم قرار گرفت. تأسیس یابی این باغ از سال 1973 از 6 میونی سال 1973 تأسیس یافته شد و عوض کردن اینم از دوستی خلقها با باغ مؤسسه دولتی باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی چخل قید کردیم از 4 سپتامبر سال 2018 طبق قرار رئیس شهر دوشنبه، یعنی که طبق همون قرار همین باغ همچون نامی به نام ابوالقاسم فردوسی معرفی شد
بعد ساکنان چی خیلی که شما شاهد هستید در اینجا ساکنان اومد و رفت و همچون استراحتگاه میان مردم اومد و رفت دارند و در حدود باغ باشد زیاده از 15 اترکسیون ها وجود دارد و در اینجا کاتامران و قایق ها و فواره ها و همه نمودهای استراحتی که برای شهروندان مفید می باشد و شهروندان از این استراحت یعنی که لذت می برند و مردم باشد مینداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان به حکومت شهر دوشنبه مینداری را میرسانند که این باقی برای فراغتی یعنی که برای فراغتی مثال چنین باقی خوب بنیاد کرده شده است و مردم می توانند که در اینجا به حضور استراحت کنند. ما در باغ فردوسی خیلی استراحت خوب کردیم. با نبیروهایم فهر بگاه می بیویم. ما در بسیار محفوظ شده گیم. تشکر به تشکیل کنندگان که ما قطعی نبیرومون خیلی استراحت خوب می داریم. مردم با روحیه بالیده و چهره خندان سیر باغ نموده کودکان و نورسان در دنیای خود شادند و می بولند. مادران باشند از شادی طفلکان خود خورسندیشان به همتاست. ما مردمی خوجندشهر یک گروه برای تماشای پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه آمدیم. باغ‌های استراحتی خیلی زیاد شدند. ما استراحتی خوب کردیم. خیلی به ما خاطرمان بود استراحت. به همه این به شرافت استقلالیت بود. تماشای باغ‌های به نام صدرالدین عینی و باغ خیام تماشاگر را در حیرت می‌گذارند. در باغ‌های مذکور چراغک‌های نو و زمانوی نصب نمودند که شبانه تماشایش دقت جلب کننده است. استفاده چرخ و فلک‌ها همچنین گوشه‌های مخصوص برای استراحت کودکان، میدانچه‌های خرد ورزشی، گلگشت‌ها، درختان سایه‌افکن و آرایشی که واقعا هم باغ را زینت بخشیدند و سیر نمودن در این مکان‌های غیرعادی خاطرمان است. باغی به نام صدرالدین عینی در پهنای 16 هکتار دامن پهن نموده بعد تعمیر و از نوسازی 6 نوامبر سال 2017 مورد استفاده قرار گرفت. باغی خیام باشد در میدان 15 هکتار دامن پهن نموده است و 28 مارس سال 2012 مورد استفاده مردم شریف تاجیکستان قرار گرفته است. مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی خیام سال 2012 با قرار حکومت شهر دوشنبه تأسیس داده شده است. البته با دستگیری های سرور دولت جناب یولی محترم میمالی رحمان تا امروز باغ آباد و زیبا گردیده شده است از طرف کارکنانی همین مؤسسه. مردم از داخل خیلی تاجیکستان و از داخل بیرون از مرز نیست هر روز ورید میشوند تماشا میکنند از برد بخت یعنی باغ بهره ور میشوند. در باغ تا از سال 2012 تا این جانب درختانی نمودهای گوناگون شنونده شده است. گل و بوته ها از گل های موسمی گل های بسیار ساله. البته هر بیگاه 2,500 آدمان ساکنان پایتخت مهمانان ورید باغ میشوند. از او کاروسل ها و اترکسیون هایی که در اینجا استفاده میبرند، لذت میبرند. کودکان و نورسان همیشه در مد نظر حکومت کشور قرار دارند. زین رو باغ کودکان از نوسازی گردیده 3 ایول سال 2018 مورد استفاده و استراحت کودکان و نورسان قرار گرفت که خورترکان در فضای خاص حیات کودکانه به وایه میرسند. همراهی فرزندانمون با
به تماشا برآمدیم. امروز شهر دوشنبه بسیار تنج، آرام، زیبا، منظره هاش مفتون کننده. امروز همراه فرزندان به شهر عزیز ما، به پایتخت جمهوری تاجیکستان آمدیم، با روی استراحت با سیر و گشت داریم. ما این لحظه ها حال ما این لحظه در باغ پرچم ملی قرار داریم، میبینیم چقدر زیبایی، چقدر گل های زیبا در اینجا شکفته. از این هم باشد با اقدام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رستگی، بینید این قدر باغ های زیبا فراغتی و استراحتی آراسته است. از تازگی این باغ ها ما حلاوت میبریم. باغ کل جوانان هم یک گوشه زیبای دیار است که سیر و سیاحت در کوچه های پر از گل و بوته های رنگ و رنگش به کس حلاوت می بخشد. باغ مذکور در میدان 2 هکتار دامن پهن نموده است. باغ کل جوانان 28 آگوست سال 2018 مورد استفاده قرار گرفته است. در داخل باغ فوره های رنگ و رنگ نصب گردیدند که تماشایش جالب و دیدنی است. همچنین دیگر چیزهای در داخل باغ نصب شده است که تماشاگر را مفتون می سازد. مردم فارغ از کار به این باغ آمده همراه نزدیکان و پیوندان استراحت می کنند. می دانید من 3 ماه می شود رفت آمد دارم در این باغ نو. برای چی؟ برای اون که در اینجا فواره ها نصب شدند. بسیار هوای تازه و فضای خوب دارد. باغ های فرهنگ و استراحتی که می بینید در این زمینه یکی از عوامل سازنده و پیشرفت هستند. چون که ببینید تمام شرایط چی از لحاظ طبیعی و چی از لحاظ معنوی در اینها با مرور زمان در حال تشکل یافتن است. که این برای پایتخت قوم با نام قوم متمدن و تمدن ساز و فرهنگ آفرین تاجیک یک امر ضروری است و همزمان ثابت میکند که قوم تاجیک میتواند باغ و بوستان ها بنیاد کند، چنانی که زمان از طریق علم و فرهنگ خود جهان را عمان قائل کرده بود، امروز از طریق باغ و ساختمان و باغ نو آوری و انشاءات های مختلف و من جمله باغ های فرهنگی که در اینجا بنیاد شده است میتواند بار دیگر به جهانیان ثابت سازد که تاجیکان ثابت سازند که وارثان اون قوم بزرگ و فرهیخته هستند. دوشنبه را برحق شهر جوانی مینامند، زیرا این شهر محض با دست جوانان با آر و ناموس خلق تاجیک بنیاد گردیده است. وقتی که ما همه روزه در کوچه های آن قدم میگذاریم، گلگشت و خیابان های شکوفان آن به دل ما شادی و فرح میبخشد. مردم شهر پیوسته برای آبادی شهر و تازگی آن کوشش میکنند. در مجموع میتوان گفت که در دوام سال جاری در کوچه و خیابان ها و باغ و گلگشت های شهر دوشنبه دلربا 10,120,000 گل های آرایشی شنونده شده است که واقعا هم به زیبایی شهر عزیزمان دوشنبه دل تاجیکستان زیباگی دیگر زم نموده است. هر سال برای بازم زیباتر و دلچسبتر نمودن شهر دلارایمان باغ‌های فرهنگی و فراغتی نوبنو از جانب حکومت شهر دوشنبه مورد استفاده قرار می‌گیرند که واقعاً سهم باسزای است در آبادی وطن عزیزمان تاجیکستان آفتابرویا. دوشنبه جان و دلی مای دوشنبه بر دید صفای دوشنبه جان و دلی مای دوشنبه بر دید صفای دوشنبه بدیده شهر خوشروی دوشنبه عجب یا شهر دلجوی دوشنبه دنیا همه شهر و لیک بر ما
مرغوب ترین توی به دنیا، یه شهری امید و آرزوها، سرسبز بیمان و پای بر جا، یه شهری امید و آرزوها، سرسبز بیمان و پای بر جا. دوشنبه جان و دلی مایی عید شنبه، بر دیده صفایی عید شنبه، جان و دلی مایی عید شنبه، بر دیده صفایی عید شنبه، بر دیده صفایی عید شنبه.